اگه نمیتونی درستو ول کنی، پس فکر منو از سرت بیار بیرون. ببین گلناز، اگه میخواستم با یه دختر تحصیل کرده عروسی کنم، خیلی دختر هست، من دخترای تحصیل کرده رو نمیفهمم. اگه به خاطر خاله فهیمه نبود، هیچ وقت به خاطر تو نمیومدم اینجا. ببین دخترم، من میدونم که عمران نمیخواد تو درس بخونی. اگه الان حاضری باهات ازدواج کنه، خب تو بعد ازدواجت هم میتونی درستو تموم کنی. دخترم، من فقط یه آرزو دارم، اینکه شما دوتا خواهر بری سر خونه زندگیتون. همین. چی شده گلناز؟ مامان نمیدونم چیم شده. فقط یه هفته تا امتحانم مونده، اما حوصله درس خوندن ندارم. کتابو که باز میکنم سرم گیج میره، همه کلمات میان جلوی چشمم. مامان نمیدونم باید چی کار کنم. وقتی بین عقل و قلب یه نفر جنگ میشه، اینطوری میشه دخترم. گلناز عزیزم، چرا زندگی تو راحت نمی کنی؟ مگه زندگی شما راحته؟ منظورت چیه دخترم؟ مامان، اگه شما درس خونده بودین، به جای اینکه یه جا میرفتین آشپزی کنین، میتونستین یه شغل خوب داشته باشین. خدا نکنه تو مجبورشی کار کنی. میدونی وقتی پدر زنده بود، به هیچ وجه نمیذاش من کار کنم. تازه بعضی وقتا هم اون واسه هر دومون غذا میپخت. اما تو چرا اینطوری فکر میکنی؟ شما را که میبینم این فکر را میزنه به سرم. اتفاقی که واسه شما افتاده میتونست واسه هر کسی بیفته. از بچه که تو گوش دختر را از شاه و شاهزاده ها میگه، داستانایی واسه شون میگن که دیگه کم کم یادشون میره حقیقت چقدر تلخ و ناراحت کننده است. من نمیخوام همه ی زندگی محتاج کسی باشم مامان. کوئی ہوئی جانی کہاں میری ہر خوشی زبون به دهن بگیر و فقط کاریو انجام میدی که داریم به خاطرش میریم، اونم با اخلاق خوب. تو نگران چیزی نباش نجیب احمد. تا وقتی که خیالت راحت نشه، من همینطوری به فهیمه التماس میکنم، همونطور که میخوای. با زبونم تو رو شرمندت نمیکنم، حالا خودت میبینی. یه جوری عذرخواهی میکنم که هیچ جایی واسه این ناراحتی باقی نمونه. هاجر، من تو رو خوب میشناسم، میدونم تو دلت چیه. حال دلا رو فقط خدا میدونه. اگه تو میدونستی که تو دل من چیه، منو تو این ماشین نمیشوندی که ذلیلم کنی و ببری خونه یه دشمنم واسه یه عذرخواهی کردن. رسیدیم، تو برو، من میرم ماشین رو پارک کنم. باز میکنم. عمو، خاله هاجر، بفرمایید، بفرمایید داخل. بیاتون. بفرمایید خاله، بفرمایید عمو. خواهر هاجر، بفرمایید بشینید. ما
نیومدیم که بشینیم. نه بشین دیگه. بشینی فهیمه، راستشو بخوای گلاز برو تو اتاقت. چشم. من اومدم اینجا تا به خاطر اشتباهاتم ازت عذرخواهی کنم. عذرخواهی؟ عذرخواهی واسه چی خواهر؟ نه نه فهیمه، من اشتباه کردم دیگه. این از بزرگیته که داری اینطوری میگی، چون اینجا روبروت نشستم. به خاطر تمام اشتباهاتم، هرچی که دوست داری به هم بگو تا دلت خنک بشه، اما بگو که منو میبخشی. بهت التماس میکنم منو ببخش فهیمه، هرچی شده فراموش کن. خواهش میکنم منو ببخش. منو ببخش تا بیشتر از این شرمندت نشدم. دارید چی کار میکنین؟ اگه به من چیزی هم گفتین، خدا میدونه هیچ اشکالی نداره. هیچ چی رو به دل نگرفتم. با این کار منو شرمنده میکنین. نه فهیمه، تو وقتی با زبون خودت نگی که ازم راضی شدی و منو بخشیدی، دلم آروم نمیگیره. اینطوری نکن خواهر. همین که اومدین خونه من با ارزشتر از این واسه من چیزی نیست. نه نه فهیمه جان، تا وقتی بهم نگی که منو بخشیدی، من همینطوری کل شب بهت التماس میکنم تا منو ببخشی. بس دیگه، عذرخواهی تو کردی هاجر. میرم واسه تون چای شیرینی و میوه بیارم. میدونی من خیلی خوشحالم که اومدین خونه. نه نه فهیمه، من فقط اومده بودم اینجا که عذرخواهی کنم. تو منو بخشیدی دیگه، همین برای من کافیه. باید بری. خواهر من نمیذارم همینطوری بری که. نه نه من باید برم. ولی خواهر آخه صبر کن. ولش کن بذار بره. چی شده؟ به نظرم حال هاجر خوب نبود. نه بابا چیزیش نیست، خوبه. خیلی خیلی ناراحتم فهیمه. تو قطعا هاجر رو بخشیدی، اما من قلبم هنوز خیلی شکسته است. دیروز هرچی که شد دلیلش منم. اگه میشه لطفاً منم ببر.